درگیر شدن با اون وضع رو بدتر میکنه. اینجور مواقع صلاح اینه که از جلوی سیل رد شد و گذاش امواج متلاطم به جای آدم صخره رو خرد کنه. ما توی 20 سال آشنایی که با جناب بهرالعلومی داشتم نشده که این ساعاتی که با ایشون بودم و دیگر دوستانی که با ما بودن به اندوه یا حزن بگذره. بنده به عنوان تهیه کننده که در خدمت ایشون توی فیلم پارتی، بی پولی و چندین فیلم دیگه که افتخار همکاری با ایشون داشتم، یکی از در واقع فکر میکنم بهترین خصوصیات و شاید بهترین چیزی که در مورد آقای بهرالعلومی بشه عرض کرد اینه که ایشون دارای خصوصیات به نظر من منحصر به فردی بودش که من بدون کوچکترین اقراقی عرض میکنم که در سینما مجموعه این خصوصیات رو نزد یک نفر یا ندیدم یا خیلی کم دیدم. اون الان داره دوران شیرین افتفز میگذرونه. معلومه اون پیرا هم بدپزن هم دیرپز. دید از کنده بلند میشه مجید خان. این چیزی که ما میخواییم. بله شرایط فرق کرده برادر من. یک وقتی شرایط ایجاب میکرد اینطوری، حالا شرایط ایجاب میکنی اینطوری. بلکه به عنوان شاگرد ایشون که هم در دوران دبیرستان شاگرد پدرم بودم، هم در دوران دانشکده در دانشکده هنر معماری شاگرد ایشون بودم. وقتی در اقدام سخت در نظر ایشیا هم برقش دفتر ایست محبت جرگان. بهرالعلومی یکی از زحمتکشای سینما بود، یکی از زحمتکشای عالم مطبوعات بود. توصیه میکنم نه جنگی نه آقای وکیل. این چیزی که ما میخواییم. پس به جنگ تا به جنگ. اما متهم حاضر ظاهرن مربی بهتری داره. یمن شما که ظاهرن بغل دستتون نشسته. چه بهتر آقای یزدانی که با شما روبرو هستم که حرف اول و آخری. بازی قشنگیه اما بازی تلخی.
عرصم همینطور ما داریم وقت کم میاریم. من باید عذرخواهی کنم از یک تعدادی از دوستان که واقعا قرار بود اینجا در خدمتشون باشیم و صحبت کنن، اما میخوام تشکر کنم از حضور یک تعداد دیگه ای از دوستان عزیزی که در این مجلس حضور دارن، از هنرمند خوبمون جناب آقای احسان منصوبی، از جناب آقای پژمان کریمی، از جناب آقای حسام نواب صفوی، از جناب آقای محمد باقر مروی مدیرعامل محترم شرکت سیمانارا، از جناب آقای علی نفری مدیرعامل محترم مؤسسه سفینه نجات و جناب آقای کیانوش نصر قائم مقام این مؤسسه در بنیاد تعاون وزارت دفاع و بسیاری از دوستان دیگه، از جناب آقای کاظم راست گفتار که می‌خواستیم در خدمتشون باشیم، از جناب آقای محمد زرین دست و دوستان دیگه‌ای که به هر حال در جمع حضور دارن و من قطعاً به هر حال اسم میارم. میخوام دعوت کنم از تهیه کننده خوب سینمای کشورمون که در مورد جناب بهرول رومی دیگه صحبت‌های انتهایی رو به همراه بعضی دیگه از دوستان انجام بدن. تهیه کننده خوب سینمای کشورمون جناب آقای عبدالله علی خانی. به نام خداوند بخشنده مهربان. یه جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد، جایی که بزرگان شعر و ادب و فرهنگ و هنر ایران نشستن، من چی میتونم در مقابل اینا بگم؟ دوستان اومدن از همه چی صحبت کردن، از خوشمشربی، از مسافرت ها، از هنرشون، از سوادشون، از تحصیلاتشون، از پدر خوب بودنشون، از همه چی گفتن از ایشون. من فکر کردم اتفاقی که بین بنده و ایشون افتاد تو همین فاصله کم اینو، چون روزی هم که این اتفاق افتاد اومد بین ما این اتفاق افتاد، قرارش بر این بود که این بین من و شما و خدا میمونه. گفتم از انسانیت ایشون بگم که من جای پسر ایشون از انسانیت ایشون واقعا به خودم میبالم که یه همچین شخصایی هم تو این زوال و زمونه تو این سینمای ما وجود دارن. من یه مریضی برام پیش اومده بود، مراجعه کرده بودم به دکتر، چیزی که همیشه میترسیدم به سرم اومد. وقتی دکتر بهم گفت از در اونجا که اومدم بیرون مراجعه کنم به داروخانه، توی پیاده رو خوردم زمین. من کوتاه میکنم، یکی از دوستان دیگه دید منو، من دستم خیلی میلرزید و موبایلم افتاده بود و دنبال موبایلم میگشتم و اینا، ما رو بلند کرد و لباسامون رو تکوند و گفت کاری داری؟ گفتم نه. گفت چیه؟ گفتم دکتر بودم دارم میرم داروخانه. اومدیم از این موضوع 3-4 روز گذشت، من خیلی تو فکر بودم، خیلی تو ناراحتی بودم که چرا این وضع برای من پیش اومده، چرا اینطوری شده. چیزی که همیشه ازش میترسیدم که بهش وابسته نباشم به چیزی، چرا باید من این وابستگی رو پیدا بکنم. به من زنگ زد آقای بهرالعلومی سید اولاد پیغمبر، گفت علی خانی؟ گفتم بله. حال احوال؟ هنوزم صبحونه دفتر میخوری؟ صبح. گفتم بله. گفت من فردا صبح پلوتم. گفتم در خدمت شما هستم. صبح اومد با هم صبحونه خوردیم، به علتی که خب من مشکلی که داشتم، من دیگه شروع کردم مدتی بود فقط نون و پنیر خوردن. بهش گفتم که آقای بهرالعلومی گفت چیه؟ گفتم ما نون و پنیر جز نون و پنیر چیز دیگه نداریم. ایشون که همیشه خب بزلگو بود و اینا، برگشت من گفتش که من مخر صابخونه است. بعد صبحونه رو با هم خوردیم و در اتاق گفت میتونی ببندی؟ گفتم میبندم. گویا این اتفاقی که اینجا میفته، سوالی که من دارم میخوام به من درست چه جواب بدی، بین من و تو و خدا میمونه. گفتم بفرمید. گفت یه 7-8 روز شنیدم خیلی اوضاعت خرابه، خیلی بعض روحیه بدی داری و اینا، یه دوستی که برای من گفته. گفتم آره. گفت به من بگو چیه؟ گفتم چیزی نیست، مهم نیست این صحبت ها. گفت بوی کم آوردی، بدهی بالا آوردی؟ گفتم نه. گفتش که تو زن نداری، عاشق شدی؟ گفتم نه بابا، من تو 55-56 سالگی چه دیگه به این حرفا. گو احتیاط چیزی پیدا کردی؟ گفتم نه سید جون، من تو این فازا نیستم، خودت میدینی. گو خب پس به من بگو چی شده اینجا، به من اینه بگو چی شده. گفتم آی بهرالعلومی میدونی چیه؟ گفت چیه؟ گفتم من یه سی میترسم از جوونیم، حتی این که من سیگاری بشم مثل بعضی دوستان میگن میریم فلان جا، آخ من سیگار همراهم نیست، چه کنیم؟ حالا بارها به این مسئله ما برخورد کردیم. گفتم من از این میترسیدم، ولی خب یه مشکلی برام پیش اومده، اینه که من
دیابت پیدا کردم، بعد 3-4 سال دیگه دکتر گفتش که خوردن قرص فایده ای نداره، تو از انسولین مصرف کنی روزی هم 3 بار. این دیگه شد بوال گردن ما و اینا. ما صحبت کرد که آقا این اشکال نداره و چیزی نیست و دنیا به آخر نرسیده و این صحبت ها. بلند شد گفت پیش کدوم دکتر میری؟ گفتم فلان دکتر. که بعد این 10-15 روز گذشت، یخت ما رو نصیحت کرد که هیچ اتفاقی نمیفته و این صحبت ها نیست. ما یه 10-15 روز بعد که باید مینوشتیم این انسولین خودمونو که میزنیم، این قندمونو یادداشت کنیم، بردیم پیش اون خانم دکتر رو وقت گرفتیم رفتیم تو اینه که دادیم و اینا، و گفتش که مثل که تو خیلی وضعیت خراب شده. گفتم نه وضعم خراب نشده. گفت چرا؟ مثل که این تو رویه تو خیلی اثر گذاشته. گفتم برای چی؟ گفتش که شما دوستی داری به نام آقای بحرالعلومی؟ گفتم که آره. گفتش که ایشون رو باید پلوی من. گفتش که شما حتما برخورد بدی کردی و تأثیر بدی تو روحیه این دوست من گذاشته، شما این دفعه که اومد باش بهتر راهنماییش کنه، صحبت کنه. الا من اونجا دیدم که آقا هنوزم تو این دنیا کسایی هستن که آدم میتونه مثل کوه بهشون تکیه بکنه. این آدم بلند شد اومده دکتری که من گفتم کجام پیدا کرده و باهاش صحبت کرده و به دکتر این توصیه رو کرده. گذشت چند روز دیگه به من زنگ زد، یعنی بوده یه ما بعدش به من زنگ زد، گفت حالت خوبه؟ گفتم خوبم، بد نیستم و اینا. گفت یه آدرس بهت میدم، این یادداشت کن، تو به اینجا مراجعه کن. گفتم این آدرس چیه؟ حوالی میدان ونک. گفت یه انجمنی هست به نام انجمن دیابتی های دیگاپریک، برو اونجا. ما رفتیم اونجا و دیدیم که آره اینجا میان و دکتر تغذیه میاد صحبت میکنه. و یه هفته رفتیم و یاد گرفتیم که آره دنیا به آخر نرسیده، درست میگن. زندگی خب اینم یه زندگی است برای خودش، ولی بعد یاد بگیری زندگی کنی. بعد که من رفتم اینجا اینا، دوباره یه روز صبح اومد پلو، گفت دیدی رفیق، بعد دنیا به آخر نرسیده. اون جایی که تو میری میبینی چقدر از بچه 7-8-10 ساله میاد تا پیرمرد 70 ساله میاد. اینا اینه. من این اصلا هیچ موقع اینو یادم نمیره که شاید نزدیکترین کسی من مثلا برادر من هستش، شریک من هستش، دوستای دیگه بودن که شاید خیلی بیشتر با من مراوده داشتن، هر روز زور تو دفتر با من نهار می‌خوردن، تو اتحادیه جلساتی با هم داشتیم و اینا. هیچ کسی اینطور عمیق به این مشکل من فکر نکرد که آقا این الان تحت شرایط بدیه. و این خاطره رو من از ایشون دارم که چیزم بود که آقا اینجا از همه چیشون صحبت شد و از انسانیتی که ایشون داشت، که به اعتقاد من اون دنیای ایشون که ما مسلمان اعتقاد داریم به مراتب جای والاتری از اینجا داره. اصلا در این شک نه، به من اعتقاد خودم رو میگم، اگر آدم به وجود خدا شک بکنه، به اینی که ایشون در اون دنیا مقام والایی تر از اینجا داره باید شک بکنه. من خودم میگم نسبت به ایشون اینطوری فکر میکنم. و باز اینجا به همه اهل قلم و فرهنگ و هنر تسلیت میگم، فوت ایشون و به خانواده محترمش. و با یکی از پسرای ایشون آشنایی دارم از نزدیک، و پدری که یه همچین پسری تربیت کرده تو این جامعه گذاشته. شما بدونید که این مرد، باز میگم، اون دنیا مقام بالاتری داره بر خاتم انبیا محمد صلوات. عرض کنم خدمتتون، قرار بود جناب آقای دکتر علی پویان، جناب آقای علی روینتن، جناب آقای زریندست صحبت بکنن، که به من فرمودن با توجه به ضیق وقت صحبت‌های خیلی خوبی البته در مراسم تشییع داشتن این دوستان، ولی الان دیگه فرمودن که با توجه به ضیق وقت فرصتی نیست. من فقط می‌خوام دعوت کنم از هنرمند گرامیمون جناب آقای علیرضا خمسه که یه چند دقیقه در خدمتشون باشیم. جناب آقای خمسه، خود سلام علیکم. عادت ندارین منو با غیر از لبخند ببینید، درسته؟ مهم نیست که مرگ کی و کجا سراغ من میاد، مهم اینه که وقتی میاد من اونجا نباشم. وودی آلن، به افتخار وودی آلن دست بزنید، من که آدم نیستم.